سلام، بازم یه هفته دیگه با برنامه رنگ زندگی مهمون خونه های شما هستیم. برنامه این هفتهمون رو اختصاص دادیم به موضوعات متفاوتی. اگه دوست دارید بدونین امروز در رابطه با چه موضوعاتی میخوایم صحبت کنیم، با ما همراه باشید. امروز میخوایم 4 تا باکتری خطرناک رو بهتون معرفی کنیم. همه ما میدونیم دستشوی مکان مناسبی برای تجمع باکتری هاست، ولی یه جای دیگه هم هست که وقتی پای باکتری در میون باشه میتونه از دستشوی هم خطرناکتر باشه. شاید باورتون نشه که خطرناکترین و کشنده ترین باکتری ها رو میتونیم توی آشپزخونه خونمون پیدا کنیم. اولین باکتری اسمش شیگیلاست. این باکتری باعث اسهال خونی میشه. همه ما فکر میکنیم با تمیز کردن دور سینک مسئله رو حل کردیم، در صورتی که این باکتری درون مجرای آب سینک ظرفشویی مونه. پس با ریختن حداقل هفته 2 بار 1 لیوان سرکه سفید درون مجرای سینکمون این باکتری رو از بین ببریم. و اما باکتری دوم، اسم این باکتری آنتروباکتری ساکازاکیه. این باکتری باعث بیماری مننژیت میشه و درون آبی که توی سینی جاظرفی ما جمع میشه رشد میکنه. پس هر زمان که دیدید آبی درون سینی جاظرفیتون جمع شده، اون آب رو بریزید بیرون، جاظرفیتون رو تمیز بشورید. با ما همراه باشید، زود برمیگردیم. و اما سومین باکتری، اسم این باکتری کلیپسیلاست. این باکتری باعث بیماری زاتوریه و همچنین التهاب بافت‌های روده میشه. این باکتری میتونه از طریق گوشت قرمز به تخته برش شما منتقل بشه. پس من به شما پیشنهاد میکنم 2 تا تخته برش توی خونه نگه دارید. 1 تخته برش برای خرد کردن سبزیجات و 1 تخته برش برای خرد کردن گوشت. و هر زمان که گوشتتون رو خرد کردید، تخته برش رو نمک‌زدایی کنید، اون رو بشورید و در کابینت نگه دارید. و آخرین باکتری، اسم این باکتری ایکولایه. این باکتری باکتریه که داخل مدفوع پیدا میشه و میتونه وارد یخچال ما بشه. شاید براتون سوال بشه که چه ربطی به یخچال خونمون داره. صبر کنید بهتون میگم. یه وقتای گوشت میخرید، وقت ندارید گوشتتون رو بسته‌بندی کنید. گوشت رو درون یخچال قرار میدید. بعد از یه مدتی که به سراغ گوشت میرید، میبینید که یک خونابه زیر بسته گوشت شما جمع شده. این باعث این باکتری میشه. پس هر زمان که شما وقت ندارید گوشتتون رو بسته بندی کنید، اون رو درون پلاستیک نگه دارید که از داخل اون خونابه به درون یخچال منتقل نشه. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. شاید برای خیلی از شما سوال پیش بیاد که چرا آقایون راحت‌تر از خانم‌ها وزن کم می‌کنند. امروز ما به شما میگیم که چرا. اول اینکه آقایون عضله‌های بیشتری از خانم‌ها دارن، در نتیجه کالری بیشتری می‌سوزونن و به خاطر داشتن یک سری هورمون‌های خاص چربی بیشتری از بدنشون خارج میشه. این میشه که اگه شب یه تیکه کیک بیشتر از شما بخورن هیچ اتفاق براشون نمی‌افته. و نکته جالب بادامه مغز آقایونه. شاید تا به حال این کلمه رو نشنیده باشید. بادامه مغز همون زنگ خطر مغزه، چیزی که به ما میگه این کار رو انجام بدیم و این کار رو انجام ندیم. در حقیقت کارش درک احساسات و پاسخگویی به اونهاست. وقتی خانما دچار استرس میشن، این بادامه مغزه که اونها رو به سمت غذا خوردن سوق میده. ولی جالبه بدونید این بادامه مغز درون آقایون زیاد سر و صدا نمی کنه. این میشه که بعضی وقتا وقتی شما صحبت میکنین آقایون به حرف شما گوش نمیدن. با ما همراه باشید، زود برمیگردیم.
خیلی وقتا وقتی در مورد ورزش صحبت میکنیم حالت شعاری به حساب میاد، ولی اگه نقش ورزش رو همراه با رژیم غذاییمون میدونستیم اون رو به صورت شعار حساب نمیکردیم. براتون یه مثال ساده میذارم. یک نفر رژیم غذایی میگیره تا دیروز 3000 کالری به بدنش وارد میکرده، ولی بعد از اون باید 1500 کالری به بدنش وارد کنه. در نتیجه بدن دنبال یه منبع انرژی میگرده برای رفع اون کمبود انرژیش. پس چه بافتی بهتر از بافتهای بیکار، بافتی به اسم بافت چربی؟ ولی این کل ماجرا نیست، چون یه بافت دیگه هم در بدن هست که وقتی شما ورزش نکنید و رژیم بگیرید شروع به سوختن میکنه و بافت ماهیچه اسمشه. در نتیجه یه نفر 15 کیلو وزن کم میکنه، 7 کیلو نیم بافت چربی کم کرده و 7 کیلو نیم بافت ماهیچه‌ای. بعد از یه مدت میبینید که بدن شل و افتاده میشه. پس بهتون توصیه میکنیم حتما ورزش رو فراموش نکنید. اگه دوست دارید رژیم بگیرید و فرم بدنتون رو حفظ کنید، ورزش رو فراموش نکنید. با ما باشید، زود برمیگردیم. و اما در این بخش به معرفی دوتا خوراکی و دوتا نوشیدنی میپردازیم که به چربی سوزی کمک میکنه. کرم بروکلی و اسفناج سرشار از کلسیومه. اگه بتونیم کلسیوم مورد نیاز بدنمون رو تامین کنیم، به جذب چربی از طریق دیوارهای روده به سمت رگهای خونی کمک کردیم. و اما نوشیدنی ها. اولین نوشیدنی چای سبزه. چای سبز به خاطر ماده‌ای که اسمش EGCGه به ما کمک میکنه که متابولیسم بدنمون رو بالا ببریم و چربی بیشتری بسوزونیم. و اما نوشیدنی دوم. نوشیدنی دوم یک نوشیدنی پرطرفداره و چیزی نیست جز قهوه. استفاده درست و مقدار درست قهوه باعث میشه که متابولیسم بدن بالا بره و بسیار مفیده برای بدن. ولی یادمون باشه که مقدار صحیحی از قهوه رو استفاده کنیم. همونجور که محققان گفتن در روز میتونید 3 لیوان قهوه استفاده کنید. یک بخشی رو با هم دیگه میبینیم، یک سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. برنامه این هفتمون هم به پایان رسید. امیدوارم که اطلاعات مفیدی در اختیارتون گذاشته باشیم و از این برنامه لذت برده باشید. قبل از اینکه ازتون خدافظی کنم میخوام سال نو رو بهتون تبریک بگم. امیدوارم نوروزی سرشار از سلامتی و شادی داشته باشید. و اما مثل هفته پیش با انتقادات و پیشنهادات سازندتون بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه دریملند ما رو همراهی کنید، چرا که این برنامه متعلق به شماست. سالم و تندرست باشید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.